السلام علیکم و رحمت الله. برادران گرامی، کار خود را در این درس گفتارها که هدف آن پایه‌ریزی بنیادهای یقین است از اثبات وجود الله متعال آغاز می کنیم، زیرا که اثبات وجود الله بنیاد و پایه است که هر چیز دیگری بر آن بنا می شود. شاید خواننده و بیننده مسلمان بگوید خوب، من که به وجود الله باور دارم، پس این سخنان به کار من نمی آید و متوجه من نیست. در حقیقت حتی مسلمانی که به وجود الله یقین جازم و قطعی داشته باشد از این درس گفتارها بی نیاز بوده نمی تواند. چرا؟ در این بخش به 6 سود بزرگ این سلسله می پردازیم که می توان هر کدام را زیر این عنوانها بررسی کرد. 1. عمق بخشیدن به پایه ها و زیربناها. 2. تقویت خوشبینی و حسن ظن نسبت به الله. 3. ایجاد دیوار دفاعی. 4. پایداری و استوارسازی. 5. درک نعمتها. و 6. احیای عزت. فایده 1. عمق بخشیدن به پایه ها و زیربناها. باید دانست که یقین تجزیه پذیر است و درجات و پله های مختلف دارد. چگونه؟ مگر غیر از این است که انسان یا باورمند است یا متردد و یا هم ناباور؟ مگر یقین چیزی جز باور جازمی است که شک و تردید بدان راه ندارد؟ خیر، اما تصدیق یا باور خود پله ها و مراحل گوناگونی دارد. شما هنگامی که به وجود الله به گونه جازم و قاطع و بدون هیچ گونه تردیدی باور دارید، به پله و مرحله مطلوب رسیدید، یعنی از جاذبه و کشش شک و تردیدها رهایی یافتید. اما انسان ها پس از این مرحله در پرواز در سپهر یقین تفاوت هایی دارند. به باغچه ای داخل شوید و به درخت های آن ببینید. همه درخت ها تازه و بر تنه های خود ایستاده و استوارند. بله، اما آیا همه درخت ها همانند و یکسانند؟ خیر، درخت راست و ایستاده ای را خواهید دید که ریشه های آن عمق چندانی ندارد و به سادگی برکنده می شود، در حالی که آن درخت دیگر ریشه های عمیقی دارد و به سادگی برکنده نمی شود. و درخت دیگری را خواهید دید که ریشه های عمیقتر و فرو رفته ای دارد و امیدی به برکندن آن وجود ندارد. شاید بتوان آن را برید و خشکان، اما به هیچ روی نمی توان آن را از بیخ و بن برکشید. درخت یقین سرزمین دل چنین است. امکان دارد یقین‌های دسته ای از مسلمانان چنانچه آن درخت تر و تازه بود، تر و تازه و استوار باشد، اما پایداری و ثبات این یقین‌ها در برابر طوفان شبهات و فتنه‌ها هرگز یکسان و همانند نیست. همچنان آیا بار و حاصل این درخت‌ها یکسان و همانند است؟ هرگز. بار برخی از این درخت‌ها خود را بیشتر نمی‌شود و بار و میوه برخی دیگر بر مردم فرو می‌ریزد و افزون بر آن از سایه سار آن نیز بهره‌مند می‌شود. یقین نیز چنین است. بنابراین حتی انسانی که به پله و مرحله یقین رسیده باشد نیازمند است تا درخت یقین خود را آبیاری کند تا خشک نشود و نمیرد و افزون بر آن رشد کند و به بار و برگ بنشیند و سود ببخشد و ریشه های آن عمیق‌تر شود. سودمندترین آب برای درخت یقین آب تفکر و اندیشیدن است که الله متعال در این سخن خود ما را بدان تشویق کرده است. و یتفکرون و درباره آفرینش آسمان و زمین می اندیشند. بهترین و بزرگترین تفکر بررسی دلایل و براهین وجود الله سبحانه و تعالی هست. الله بر هدایت آنانی که در راه هدایت گام برداشتن می افزاید. ابوالانبیا ابراهیم خلیل علیه السلام فاصله پله ها و درجات یقین را دانست و با آن که یقینش از قوت و عمق فراوانی برخوردار بود خواهان بلندترین درجات یقین شد. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموت. به یاد بیاور آن زمانی را که ابراهیم گفت پروردگارا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی. قال اولم تؤمن. خداوند گفت مگر به علم و قدرت من ایمان و باور نداری؟ گفت قال بله. گفت چرا، باور و یقین دارم و ذره تردید ندارم. ولیکن لیطمئن قلبی. این درخواست برای آن است تا دلم بیشتر آرام یابد. ابن عاشور در تفسیر لیطمئن قلبی میگوید تا شناختم پایدار و مستحکم گردد و از پله و مرحله فکری و نظری و قله ضروری و بدیهی اوج بگیرد و شناختنی ها و دانستنی ها به گونه‌ای برایم جلوه‌گر شود که دیگر نیازی به استدلال و دفع شبهات از عقل احساس نگردد. بدین معنا که گویا ابراهیم علیه السلام میگوید
میخواهم اساس و اصل ایمان به آخرت را به گونه ای در ذهن و ضمیرم محکم و استوار کنم که هرچه بر آن بنا کنم و بسازم تشویش و نگرانی نداشته باشم و از سردی و لذت یقین بهره‌مند شوم و دیگر نیازی نماند تا بساط این موضوع را دوباره بگسترانم و بر آن دلیل بیاورم و شبهات پیرامون آن پاسخ بگویم. در درس های این برنامه و حلقات این سلسله می کوشیم لذت و سردی و آرامش یقین را برایتان هدیه بدهیم. فایده دوم، خوشبینی نسبت به الله. ما نمی خواهیم چون فلسفی ها به گونه خشک و بارد دلایل وجود الله را به بررسی بگیریم، بلکه می خواهیم افزون بر عمق بخشیدن به پایه های یقین، درخت دوستی و محبت الله متعال را در دلها نیز بنشانیم و یقین ها را به عدالت و حکمت و رحمت او تعالی پیش از پیش پایدار و استوار گردانیم، به گونه ای که هرگاه در دلایل وجود الله و سپس دلایل درستی دین الله بیاندیشی، یقین تو به رحمت الله متعال که این همه دلایل و شواهد را گسترده است افزایش یابد و با خود بگویی شگفتا، این همه برهان، این همه دلیل، پروردگارا تو چقدر به بندگان خود مهربان هستی. آنگاه هنگامی که الله کافران را که این همه برهان و دلیل را نادیده میگیرند و به دو کفر میورزند عذاب دهد، یقین تو به عدالت او تعالی افزایش می‌یابد و خوب می‌دانی که مردم پس از این همه دلیل و برهان هیچ حجت و عذری بر کفر و گمراهی خود در نزد الله ندارند. مسلمان‌هایی داریم که به وجود الله یقین دارند ولی با این مسئله به گونه جدی مشکل دارند و این احساس بر آنان چیره گشته است که چرا کافرانی که به وجود الله و درستی اسلام قانع نشدند باید عذاب شوند. باید به یاد داشت که این وضعیت رفته رفته مسلمان باورمند به الله را به رحمت و عدالت الله بدبین و بدان می کند. برادران عزیز، ایمان به الله مرکب از تصدیق، اعمال قلبی، اعمال زبانی یا قولی و اعمال بدنی یا فیزیکی است. گفتیم که تصدیق یا همین یقین پله ها و مراحل گوناگونی دارد و نیازمند آن است تا به تأمل در دلایل وجود الله پایدار و استوار و آبیاری گردد. اعمال قلوب مانند محبت به الله، یقین به عدالت الله، خوشبینی به حکمت و رحمت الله هم نیازمند تفکر در دلایل وجود الله متعال است. شما وقتی تصدیق و یقینتان را راست و استوار کرده باشید، در حالی که اعمال قلبتان آشفته و پریشان باشد، خوشبینی رخت بربسته باشد و تنگی و حرج در دل خانه کرده باشد، نور تصدیق و یقین همچنان در پرده و حجاب میماند. بنابراین یقینی که از آن سخن میگوییم دو گونه است، یقین به وجود الله و یقین به دلایل وجود الله، با این وصف که این دلایل کافی و شافی و روشن و الزام آور است و با وجود آنها برای هیچ کس عذر و بهانه‌ای نمی‌ماند. فایده سوم، بنای دیوار دفاعی. یقین با مفهومی که شرح آن گذشت، نیروی دفاعی تو در برابر هر چیزی است و محرکی است که بر حسب نیرو و توان خود تو را برمی‌انگیزد و می‌توانی از هر گردنه و تنگنایی عبور کنی و بر بلندای هر کوهی بالا روی. به هر پیمانه‌ای که مسئله یقین راست و استوار شده باشد، به همان پیمانه سبکدوش خواهیم بود و جز کار و تلاش با عزم آهنین و سرزندگی برای رسیدن به بهش مسئولیتی نخواهیم داشت و در این هنگام سرچشمه‌های نیروهای نهفته در وجود ما در خدمت دین الله و پایداری بر دستورهای الله و دعوت به دین او تعالی با عزم راسخ و ثبات و پشتکار به جوش و خروش می‌آید و به هر اندازه‌ای که یقین آبیاری شود، سرزندگی احیا می شود و سستی رخ بر می بندد. از همین روی الله متعال در نخستین صفتی که مؤمنان را در قرآن کریم در آغاز سوره بقره با آن توصیف نموده است، فرموده است الذين يؤمنون بالغيب، مؤمنان کسانی هستند که به غیب باور دارند. ایمان به غیب محرک و انگیزنده همه چیزهای دیگر است، در حالی که اگر در ریشه ها و زیربناها خللی وجود داشته باشد، اثر آن به نتایج نیز سرایت می کند و تأثیر می گذارد. برادران عزیز، فایده چهارم پایداری و استوارسازی است. اصلا این عصر عصر فتنه هاست. این فتنه ها لباس ایمان چقدر از انسان را که ندریده و نربوده است. هر مسلمان مسئولیت دارد تا خود را استوار بدارد و ریشه های یقین خود را در زمین فرو ببرد تا در برابر تندبادهای فتنه ها پایدار بماند و به استوارسازی اطرافیان خود بپردازد. بیاییم با هم در این سخن ابن تیمیه رحمه الله بیاندیشیم که میگوید
عموم مردم هنگامی که از کفر به اسلام بازگردند و یا بر اسلام تولد شده باشند و به شریعت اسلامی پایبندی داشته باشند و از الله و پیامبر اطاعت کنند مسلمان به حساب می آیند و ایمان اجمالیشان درست می شود. ولی حقیقت ایمان آن هم اگر توفیق حق رفیقشان باشد آهسته آهسته به دلهایشان راه می یابد. در غیر آن بسیاری از مردم نه به مرتبه یقین می رسند و نه به پله جهاد. اگر دچار شک شوند شک می کنند و اگر به جهاد دستور داده شوند جهاد نمی کنند. در حالی که کافر و منافق نیستند بلکه علم و معرفت و یقین دلهایشان به پیمانه نیست که شک و تردیدها را دفع کرده بتوانند. پس آنان مردمانی هستند که به گونه اجمالی ایمان آوردند ولی ایمان به اعماق درونشان ریشه ندوانده است. پس چنین کسانی در معرض خطرند. برادر عزیزم، حتی اگر ایمان و یقین تو در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد، از فرزندانت چه؟ آیا می توانی آنان را کمک کنی قناعت و یقینشان را درست و استوار کنند؟ از همسر و دوستان و جامعت؟ ما در روزگاری به سر می بریم که جنگ فکری ریشه ها و بنیاد ها را نشانه گرفته است و تئوریسن های آن می خواهند مسلمانان را درباره پروردگارشان دچار شک و تردید کنند. این روزها شکوه و شکایت بسیاری از مردم را می شنویم که می گویند فرزندان و برادران ما تحت تأثیر شبهات قرار گرفتند. آیا این درد را تحمل کرده می توانی که کسی از آنان که دوست داری بر کفر و شک بمیرد؟ الله متعال می فرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. هنگامی که آنان چکیبایی پیشه کردند و به آیات ما یقین پیدا کردند از میانشان امامان و پیشوایانی پدیدار کردیم که مردم را به فرمان ما رهنمون می شدند. با رسیدن به قله های یقین می توانیم شایستگی این را بیابیم که از امامان و پیشوایانی قرار بگیریم که الله دین خود را به وسیله آنان نصرت می دهد. چه بسا کسی شبهی را درباره وجود الله با تو مطرح کند؟ یکی هدف خاصی نداشته باشد و بالفعل نیازمند پاسخ آن باشد و دیگری خواسته باشد با آن پرسش و شبهه تو را در دینت دچار شک کند و در تنگنا قرار دهد. تفاوت زیادی است میان این که به تت و پت بیفتی و یا از بحث فرار کنی و یا تند مزاجانه و سطحی نگرانه پاسخ بگی و دشمن شبه افکن و شک پراکن را با این کارهایت خوشحال کنی و باعث شوی تا به این خیال خام بیفتد که به استدلال بر دینت غلبه یافته است و میان این که قاطعانه به گونه پاسخ بگویی که دهان یاوه‌گویان بیماردل بسته شود و جستجوگران از حیرت و سرگردانی رهایی یابند و دلهای مسلمانان سردی و آرامش یابد. به خاطر این همه آسین همت بالا بزنید و ما را همراهی کنید. فایده پنجم برای توی مسلمان از بررسی دلایل وجود الله متعال این است که با دانستن تفاوت بسیاری که میان باورمند به وجود الله و منکر وجود او تعالی وجود دارد، نعمت و منت الله متعال را بر خود پیش از پیش درک می کنی و عمق معنای بسیاری از آیات را به گونه بی پیشینه‌ای در می یابی. آیاتی چون نابینا و بینا، تاریکی ها و نور، سایه و گرمای سوزان و نه هم مردگان و زندگان، هیچ کدام با هم مساوی و یکسان نیستند. به جرفای مفهوم این سخن الله قوتور خواهی شد. الم تر الى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. مگر نمی بینید کسانی که درباره آیات الله به کشمکش و ستیز می پردازند چگونه از تفکر و تعقل حق بازگردانده می شوند؟ معنای آن را در میابی و در حالی که میبینی پیامدهای انکار وجود الله منکران را چقدر از حق و حقیقت دور میکند و اینها باعث میشود تا بیش از پیش به دین خود چنگ بزنی و بدان مایل شوی و نعمت الله را بر خود درک کنی. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه از عمر ابن خطاب نقل میکند که گفته است آنگاه که در میان مسلمانان نسلی بار بیاید که با جاهلیت شناختی نداشته باشد، دستاویزها و پایه های اسلام یکی پی دیگری برکنده می شود و فرو می ریزد. یقیناً چنین کسانی با عظمت اسلام آشنایی ندارند و مرزهای استبر حق و باطل در نهادشان رنگ می بازد و فاصله های دور و دراز جاهلیت و اسلام نادیده گرفته می شود. در نتیجه به سادگی دستگیره ها و پایه های اسلام را رها می کنند و در ورطه شک و تباهی فرو می افتند. فایده ششم احیای عزت. با تأمل در دلایل وجود الله متعال در وقت اظهار شعایر و نمادهای دین خود و دعوت بدان احساس عزت و غرور و خود هم نوایی خواهی کرد، زیرا باور و یقین داری که در راه راست و درست روان استی.
چرا که یقین داری نماد و شعیره دینی را که دیگران در آن سستی و کاستی نشان می‌دهند و تو آن را آشکار می‌کنی و آنان را بدان فرا می‌خوانی. دعوت تو امر به معروف و نهی از منکرات، همه و همه بر بنیاد حقیقتی بزرگ و والا که در درستی آن کمترین تردیدی نداری، استوار و متکی است. آنگاه نیازی احساس نخواهی کرد تا برای آن که از تو پذیرایی و استقبال کنند شکل و قیافه ات را تغییر دهی و نشانه های هویت اسلامی خود را پنهان کنی. خواهرم، احساس نیاز نخواهی کرد تا پوشش و حجاب و رفتار خود را تغییر دهی. آنگاه احساس قربت نخواهی کرد. حتی اگر برخلاف جهت و جهش مردم و جامعه گم برداری، احساس میکنی راه راست و درست راهی است که تو بر آنی، چرا که آن را حق میدانی. با زبان حال خود میگویی: ای مردم، آیا چیزی را که من میبینم شما نمیبینید؟ آیا این خورشید را در روز روشن نمیبینید؟ برادرانم، من شخصا هرگاه در دلایل وجود الله میاندیشم، احساس عزت و غرور و خودهمنوایی به من دست میدهد و حال و هوای رهنمایی دیگران به اطاعت پروردگارشان بر من غالب می شود. این انگیزه ها و اسباب دست به دست هم داد و باعث شد تا در این حلقات به دلایل وجود الله بپردازیم، به گونه ای که نه تنها برای متردد و منکر حقجو، بلکه برای هر مسلمان سودمند و پر اهمیت است. این برنامه برای آن است تا به خواست الله به اصول و زیربناهای ایمان و یقین خود عمق ببخشیم، به الله خوشبین شویم و به او گمان نیک داشته باشیم، دیوار دفاعی خود را استحکام ببخشیم، پایدار شویم و با استوار سازی بپردازیم، قدر نعمت الله را بر خود بدانیم و احساس عزت به اسلام در ما زنده شود. در جلسه و حلقه آینده به خواست الله با شما از دلایل فطری وجود الله آغاز می کنیم. و سلام علیکم.